سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته گفتگو با بابک کریمی درباره تجربه بازیگری، نمایشگاه سارامون در موزه هنرهای مدرن پاریس، فیلم ناگهان درخت ساخته صفیه یزدانیان. بابک کریمی، بازیگر، تدوینگر و فیلمبردار ایرانی، در یک از کارهای اخیرش با سوفیا لورن، بازیگر پرآوازه ایتالیایی هم بازی شده. در فیلمی به نام زندگی در پیش رو ساخته ادواردو پونتی که اقتباسی از رمانی به همین نام از رمانگاری نویسنده فرانسوی. بابک کریمی برای اولین بار در کودکی در فیلم درشکچی ساخته پدرش نصرت کریمی بازی کرد. اما حضور بعدی اون در سینمای ایران 40 سال بعد بود، در فیلم جدایی نادر از سیمین که در نقش بازپرس دادگاه ظاهر شد. اون در سالهای اخیر در فیلمهای دیگه ای از کارگردانان ایرانی هم ظاهر شده. بابک کریمی که در ایتالیا بزرگ شده و سینما خونده، در سینمای این کشور هم سالهاست که کار میکنه. آقای کریمی امروز از روم مهمان منه. آقای کریمی، در فیلم زندگی در پیش رو شما نقش مغازه‌دار مسلمانی رو بازی می‌کنید که به شخصیت زن فیلم با بازی سوفیا لورن کمک می‌کنه. درباره هم بازی بودن با سوفیا لورن برامون بگید. ببینید، فکر می‌کنم که تو زندگی هممون یک لحظه هست که زندگی به ما یه هدیه میده که اصلاً انتظارش رو نداریم و این همکاری با سوفیا لورن دقیقاً یه همچین چیزی بود. من اول ما که فیلم نامه رو خوندم نمیدونستم که سوفیا لورن توی فیلم هست. ایجنتم زنگ زد و ببین یه فیلم اینجوری اینجوری و یه نقش شرقیه. من چون توی ایتالیا چندین سال برای قبل از اینکه حتی برگردم ایران، من اینجا بازی میکردم، خب اغلب نقشای شرقی به من پیشنهاد میشد. برای شروع برای من خیلی خوب بود، از پنجه نرمی کردم و اینا، ولی از یه جا دیگه حس کردم یه کلیشه‌ای داره میشه. این فیلمم که اومد، خب من خوندم گفتم بابا اینم که باز نقش شرقی و فلان و این چیزاست که، گفت ببین نقش مقابلت اون خانه سوفیا لورنه. دیگه فکر کنم بهتره که چیز دیگه این نگه. گفتم خب اگه سوفیا لورنه که با کمال میل. می فاتته گره به تر سی دکی اپاو مناجا دیه Tocca a te. Scusa. Non ti ho sentito. Scusa. Scusa, madame? Che ne so io di come ti chiami? I ragazzi mi hanno sempre chiamato madame Rosa. چیز جالب این بود که این آدمی که یک دورانی دنیا رو جلوش زانو میزد و میتونست هر چی که بخواد درخواست بکنه، هر ادعاتفاری بخواد داشته باشه و اینا، آدم بسیار سربزیر، بسیار سربزیر، حتی یه جای خجالتی و خیلی مادر. یعنی من دیدم کارگردان فیلم پسرش بود و یک رابطه خیلی غریبی داشته، یعنی با وجودی که در دوران شکوفاییش یکی از بزرگترین های دنیا بود، خیلی خانواده دار بود. خلاصه خیلی 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 اینش خیلی برام جالب بود و دیدم. Tra io giù mi sento al sicuro. E perché? È così. شما قبل از اینکه وارد سینمای ایران بشید در سینمای ایتالیا فعالیت میکردید. درباره کار در سینمای ایتالیا بگید. من فیلم برداری خوندم و در طول کار با تدوین رو کشف کردم و خیلی خوشم اومد، عاشق تدوین شدم. 25 سال کار تدوین میکردم. بازیگری رو دیگران از من میخواستم، من هیچ وقت دنبال بازیگری نرفتم تا اینکه بعد فیلم جدایی رو بازی کردم که اونو میتونم بگم یه جورایی اون تجربه دوران تمرینات و اینا حکم یک ورکشاپی داشت که من از طریق کاری که با آقای فرهادی انجام دادیم یه جوری منو واقف کرد به تواناییم. خب بذار پنجره رو باز کنیم. آقا ایشون مرد محترمیه، من یه سال برای تدریس دخترشون میرم منزلشون، واقعا اهل این حرفا نیست.
اصلا چرا این خانم نباید به من بگه مسئله بارداری؟ چرا پنهان میکنه وقتی اومده بشه من کار کنه؟ من اگه میدونستم اصلا ایشون باردار قبول نمیکرد. ما چرا وقتی میدونی این خانم از شوهرش اجازه نگرفته اومده خونه شما برای کار قبولش کرده؟ خیلی خوب. شما تشریف ببرید. خیلی ممنون. شما کار در سینمای غرب و ایران رو هر دو تجربه کردید. اگر بخواید مقایسه کنید تفاوت و شباهت‌های کار تو این دو دنیا چیه؟ تفاوتش خارج از صحنه است. سر صحنه همونه. روند همون. حالا یه فیلم هایی مثلا کوچیکتره، یه فیلم ها بزرگتره، فلان اینا، لو واجت و یا این چیزا، ولی سیستم کاری یکیه. اون چیزی که بیرون از فیلمه، اون آب و هوا و اون حس و حالیه که دور فیلم میگرده. توی ایران ما خیلی بیشتر دلی هستیم. در غرب خیلی بیشتر منطقی و علمی هستیم. ولی اگر اهل ماجراجویی باشی و اینکه اون گرمای گروه رو بیشتر ارجحیت بدی تا حالا یه روند کاری خیلی حرفه‌ای و سرد و کارخونه‌ای، چون اینم هست برای تو قبل یه خورده کارخونه‌ایه دیگه، یعنی صبح که میرسن سری میری گیریم، سری میری لباس و کلی دستورم با بیسیم چیز میکنن که کجاست گیریمش تموم شد، علی خب برین لباس حاضره برین اونجا رو، خب سر صحنه حاضر باشیم، بازیگرا دارن میان، یک دقیقه رو چیز نمیکنن، هدر نمیدن ها. ولی تو سینما ایران 8 صبح همه اونجای میام گیریم میشیم میشینیم برام سیگار میکشیم و میگیم از روز قبل حرف میزنیم و اینور اون وقت تا ساعت 10 حالا چای میارن و یه خورده این چیزاش خیلی جالبه. ولی اینم جزء فیلمه، یه گرمایی ایجاد میکنه که من آخر سر اینو بیشتر ترجیح میدم. شما بر چه اساسی بازی توی یه فیلمو قبول میکنید؟ ببینید من موقعی که فیلم جدایی و ترکوند و دیگه من فهمیدم که حالا زندگی من قرار عوض بشه، برای خودم سه تا قاعده گذاشتم. یک نقشی رو که یه بار بازی میکنم دیگه تکرار نکنم، چون خیلی ساده است که یهو دنبال قاضی میگردم، وکیل میگردم، نمیدونم بریم آقای کریمی صدا بکنیم، این خیلی طبیعیه. اینی که من این نقش و پروندهشو بستم دیگه میذارم کنار. دو، این که چهره نشم، از این لحاظ که من بعد از 40 سال برگشته بودم ایران و به عنوان شهروند میخواستم زندگی کنم. من قبلا هم میومدم فقط فامیلو ببینم و اینا، همش تو خانواده بودیم دیگه، ولی میخواستم دوباره شهروند این مملکت بشم و دائم اصلا تو اتوبوس بودم، مترو، تو بازار، پیاده روی خیلی میکردم، اینا همش نگاه میکردم و میخواستم. تا قبل از فیلم جدایی من خیلی لذت میبردم از این جستجویی که من میکردم. حالا این فیلم در اومده، نمیخواستم طوری بشه که من هر جا میرم دیگران به من نگاه بکنن. سومیشم این بود که با بچه های جوان کار بکنم، برای اینکه جوان‌ها ریسک پذیرن، برای اینکه انقلابی‌ان، یه جورایی شرایط اجتماعیشون و اون فاز رشدی که توش قرار دارن ایجاب میکنه این کار بکنه. بس من سعی میکنم اول از همه خودم لذت ببرم از کاری که میکنم، خودم یه حس ماجراجویانه توی من ایجاد بشه که بریم ببینیم چی میشه. مثلا ماهی و گربه، ماهی و گربه یه تجربه فوق‌العاده‌ای بود برای من. چمنگل جا داریم؟ می‌خوایم بریم اونجا؟ بله، یعنی نه، می‌خوایم ویلا بگیریم. بچه‌ها تو با هم؟ با قرض مزه چی کار می‌کنی؟ می‌ریم رستوران. کجا رستوران؟ اینجا؟ چشم، می‌ریم همینجا. از این برای بسته است، باید برگردی نقب سر همون دورایی که رد کردی. میبیشین دست راست یه 20 کیلومتر میریم، یه تابلو بزرگ نشته چمنگو، یه جاده پیچا پیش میره بالا، آدرس شون که اینجاست. بله میبارد سر منتظر دیم. چشم، مرسی. شما غیر از بازیگری به عنوان تدوینگر و فیلمبردارم کار میکنید و تو سینمای مستندم فعالید. این چند وجهی بودن شما در سینما چطور امکان پذیر شده؟
ببینید این فکر کنم یه خود ارثی پدرمه، چون پدرم از تئاتر میاد، بعد سینما خوند، تخصص انیمیشن داشت، مجسمه سازی کرد، مینوشت، بازی میکرد، کارگردانی میکرد، دوبلور بود، خیلی کار میکرد. و من میدیدم که فرق هنر و شغل چیه. اینا شغلهای مختلفن، ابزار مختلفن، مثل آچار فرانسه، پیچگوشتی، نمیدونم چکش، اینا ابزارن. بعد آخر سر توی آدمی که به هر حال یه سلیقه داری، یه حس و حالی داری، یه ظرافتی داری تو کارت، اونو داری. من تو پدرم دیدم که موقع هنرمندی خلاقی اصلا مهم نیست داری چی کار میکنی، اون بستگی به شرایط و امکانات و اینا داره، چه جوری اون کارو میکنیه که بخش توه، میدونی؟ اصلا مهم نیست شغل چیه، شغل شغله. سارامون عکاس مد فرانسوی فعالیتش رو در دنیای مد با نام واقعیش ماری الورن در سال 1960 به عنوان مانکن آغاز کرد، اما کم کم پشت دوربین رفت و شروع کرد از مانکن‌ها عکاسی کردن. عکس‌های سارامون مرتب در مجلات مهم مد دنیا چاپ شدند و اون تبدیل شد به یکی از معتبرترین عکاسان مد. تماشا به دیدن نمایشگاهی رفته از آثار سارامون در موزه هنرهای مدرن پاریس. از همون اولین عکس‌ها معلومه که سارامون به فضاهای رویاگونه و داستانی تمایل داره. او به وضوح متأثر از سینما و به ویژه سینمای اکسپرسیونیستی آلمانه. اغلب میگه عکاسی رو خدا مخته فرا گرفته و مهمترین مدرسه براش رفتن به سینماتک پاریس بوده. در این جهان خیالی عکساش انگار لحظه هایی از داستانایی هستند که بیرون از قاب تصاویری که به ما نشون میده در جریانند. هدف ما در موزه هنرهای مدرن پاریس این بود که دوره‌های کاری سارامون رو جور دیگه ای نشون بدیم. سارامون عکاسیه که به نظر میاد خوب میشناسیمش. این به دلیل سبک منحصر به فردیه که داره. به خصوص که اغلب اونو فقط به عنوان عکاس مد میشناسن. در این نمایشگاه هدف ما این بود که تنوع کاری اونو نشون بدیم، تنوع عکساشو. همینطور هم تعدادی از فیلم‌هایی که از سال 1989 ساخته که هم فیلم‌های مستند و هم داستانی رو شامل میشن. Le temps s'enfuit à toute allure. Je n'en ai que quelques instants, saisis ici ou là au 30e, 60e, 125e de seconde, tandis que l'heure avance. Aujourd'hui, il neige. Mars arrivera vite. عنوان نمایشگاه گذشته حال در واقع تمام رابطه سارامون با عکاسی رو توصیف میکنه، چون در عکاسی او نشانه های زمانی اندکی وجود داره. وقتی مقابل یکی از تصاویر او هستیم خیلی دشواره بگیم متعلق به چه تاریخیه. گاهی حتی به نظر میرسه این عکس ها بسیار قدیمی هستند، انگار در سالهای آغازین تاریخ عکاسی گرفته شدند.
این به خاطر تکنیک اونه. اما فقط هم این نیست. موضوعاتی که انتخاب میکنه هم بی زمان هستن. و این وقتی جالب تر میشه که به یاد بیاریم بخش مهمی از این عکس‌ها در خدمت صنعت مد گرفته شدن. صنعتی بسیار در بند زمان. سارامون موفق میشه در صنعتی چنین بازابطه زمان مخصوص به خودش رو وارد کار کنه. به همین دلیل هم هست که در همه جای نمایشگاه عکس‌های اولین سال‌های حرفه‌ایش با عکس‌های جدیدش در کنار هم چیده شدند. سارامون هیچ وقت مانکن‌ها یا موضوعات دیگه کارش رو در موقعیتی از قبل تعیین شده ثابت نمی‌کنه. بنابراین از همون ابتدای عکاسیش تار بودن تصاویر و حرکت یکی از ویژگی‌های کارش میشه. در ضمن شیوه او در استفاده از نور، عکاسی از پشت شیشه یا در آینه و همینطور تعدد سطوحی که از ورای اونو عکاسی میکنه بهش این امکان رو میده که با وضوح و تاری بازی کنه. خود سارامون دوست داره تعریف کنه که چون چشمهاش نزدیک بین بوده و اطرافش رو واضح نمیدیده این سبک رو انتخاب کرده. اما اگر بخوایم عمیق‌تر به معنای کار اون بپردازیم میشه گفت که به این ترتیب تصاویر او از ما فاصله میگیرند و شبیه رویا میشن. و همینطور حرکت حاضر در اونها باعث میشه که خیلی زنده به نظر بیاد. ما وارد دنیای داستانی میشیم که سارامون به هم بافته. ترتیب و نحوه چیدمان عکس‌ها در نمایشگاه منطق خاصی رو دنبال نمی‌کنه. الا میل سارامون به اینجوری کنار هم چیدنشون. همه چیز هم غریزی و بر اساس خیال پردازی داستان سرایانه اون شروع شده و چندان مایل نیست برای کسی توضیحش بده. از بازدید کننده هم میخواد که به همین شیوه روایت خودش رو پیدا کنه. صفیه یزدانیان به عنوان مترجم و منتقد فیلم برای دوستداران سینما در ایران نام آشناییه. اما اون با ساخت اولین فیلم بلندش در دنیای تو ساعت چند است در سال 1393 به عنوان کارگردان هم مطرح شد. ناگهان درخت دومین فیلم بلند صفیه یزدانیان با بازی پیمان معادی و مهناز افشار این روزها در ایران به اکران اینترنتی در اومده. محمد عبدی منتقد فیلم با صفیه یزدانیان درباره ناگهان درخت صحبت کرده. فرهاد پاشو، باز میخوای چی کار نکنی؟ سیگار؟
فضا با قصه ناگهان درخت. شاید بهترین تعریفی که بشه ازش کرد تعریف بود که خانم صفیالی تدوینگر فیلم وقتی که فیلم رو داشتیم تدوین میکردیم گفتم مثل ورق زدن یک آلبوم خانوادگیه، چون یک من روایته، یعنی راوی هست. این راوی با دیدن هر عکس تکه های مختلفی از زندگیش رو ما میبینیم و با یک منطق درونی با هم دیگه پیوند داره. این تکه های مختلف این زندگی در واقع زندگی یک کاراکتری به اسم فرهاد که از خیلی بچگیش رو تا سالهای حدود 50 سالگیش رو تعریف میکنه، روابط عاطفیش رو و به طور خاص روابطش رو با مادرش. حرف مهم یعنی چی؟ هر چیزی که گفته و نشنیدم، مثل وقتی که شیر آب بازه و اون داره حرف میزنه، من ظرف میشورم و درست نمیفهمم چی میگه، اما شیر آب رو نمیبندم. تو فکر میکنم خب یه وقت دیگه دوباره میگه، اما دیگه درست اونی رو نمیگه که داشت میگفت. اینا منو سرگرم میکرد. نمیشنوم اینجوری که. در واقع وقتی که من فیلم رو مینویسم از ایده شروع نمیکنم، از حس شروع میکنم، اما اینم این نیست که خیلی آزاد بنویسم. منطقم این بود که از اول انگار که دارم داستان زندگی کاراکتر رو مثل یک رمان از کودکی تا بعدش، اما رمانی که بریده بریده است. در واقع ایده دنبال کردن یک کاراکتر بود و شریک کردن مخاطب با حسی که خودم نسبت به 4-5 دهه اخیر زندگی در ایران دارم. حالا چرا رفته نشستی اون و مگه واگیر داره حامله که؟ بیا تو خانم، حاضریم. اگه مریضی لاعلاجی بگیره چی؟ خیلی میشه به من بره مثلا. مسئله ای که در مورد بچه دار شدن توی این فیلم مطرحه، یکی که یک جنبه شخصی بین اون کاراکترها داره که داستان رو جلو میبره، یک جنبه دیگه که داره در واقع اینه که فرض بر این قرار گرفته که این آدم ها از لحظه اولی که از در بلوغ میبینیمشون یک عدم آرامشی اگه بگیریم که در این فیلم هست، در واقع این عدم آرامش تبدیل شده عدم آرامش برای خلق، برای زادن، برای زایش. این تبدیل شده در فیلم چون یکی از تمهای فیلم هم هست به بچه دار شدن. چیکار کنم؟ ببخشید من که از اول گفتم حرفی ندارم، خودت گفتی نمیخوام. الانم بلند شو بری. ارجاعی به حراسی که از آینده دارن، ترس از آینده، بی‌اطمینانی و نگرانی برای آینده فرزندی که اصلا در راه هست یا در راه نیست. نمیخواد. پاشو بریم. پشیمون میشی؟ نمیشم. بریم. چی میگی تو؟ مگه میشه؟ اصلا تو راست میگی. بذاریم برای وضع بهتر. از بهتر هیچ وقت نمیاد. خودم میدونم. مهدا میدونی که بری اون تو ممکنه دیگه هیچ وقت نشه. مهدا اصلا معلوم نیست اونجا چی کار میکنن که. مهدا خب این گفته معروفیه که هر فیلمی در واقع و به طور ضمنی شرح دوران ساخته شدن خودش هم هست. به هر حال وقتی که تو درجه به مثلا 4 دهه 5 دهه از تاریخ خودت حرف میزنی، در واقع این تاریخ چسب زندگی اجتماعی و سیاسی اون آدم هم هست. شاید علامت میده که بریم. بریم دیگه. رفت. حالا نکم فرار از قانونه. ما که اساسا داریم فرار میکنیم، چه فرق میکنیم. بیا بابا بیا بریم سوارشو بریم. حالا در این فیلم اشاره خیلی روشنی هم هست با حتی نقطه گذاری های سینمایی شده از طریق رنگ، از طریق تغییر لحن، از طریق اتفاقایی که با آدم ها میفته، که خب خیلی روشنه که در چه دوره‌ای و داره از چه دوره‌ای حرف میزنه و وضعیت کدوم آدم ها در اون دوره. یکتون بیاد بریم دیگه. ای بابا چرا آخه؟
اگه گفتم یکی باید بیاد بریم. تو بیا، خانواده رو نمیتونم ببرم. شاید وضعیت آدمهایی که با سوادن، کتاب خوندن، شاید این بیان آدمیه که آدمهاییه که موقعیت در موقعیت اقلیت، حالا یه اقلیت میتونه هر چیزی باشه، قرار گرفتن. به خاطر من هر کاری بکن دیگه، بمون. خب داریم پیر میشیم، مهتاب نمیبینی؟ خسته شدم از حرف راست. ما کیلم میدیم یه نفس آسوده میکشیم. حرف راست سنگینه. بهم دروغ بگو، بهم بگو داشتی میمردی همه این سالا برام. بگو همه این سالا منتظر بودی برگردم، میمردی اگه بر نمیگشتم. بگو بی من نمیشه، بگو اصلا چیزی رو نمیدیدی بی من. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.